مگه دیشب تولدش نبود؟ از دیشب آقا اوجد رفته بود. آهور با بدبختی پشت خوابگاه قایم کردیم. با آقای پیلوور گفتین؟ اول از همه اجازه‌ش از آقای پیلوور گرفتیم. کجا؟ آقایان، وایسا ببینم. وایسا، کجا؟ میثم نمیتونه بره بالا. میثم برای چی؟ میثم نمیاد اینجا بخوابه که خودت هم میدونی خونش همینجاست. بله، بهتر از تو میدونم، بیشتر از تو هم با آقا نذیر رفیقم. ولی نمیتونه بره بالا. بفرما. میثم مهمون ما، یک ساعت دیگه میره. آقا نمیتونه بره، بفرمایید. کجا؟ کجا؟ بیا برو بابا، بیا برو. شما کجا آقا پیمان؟ از آقای فیلوور اجازه گرفتم. نمیشه آقا، بدید کار دست خودتون ندید. بفرمایید. آقا من اجازه گرفتم. این مجوز با امضای آقای فیلوور. میتونه بیاد. واسه چی اجازه داده؟ بفرمایید. برو. ببین. فقط سهمیه غذا ندارین ها. باشه آقا. یواش بس 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 وقت افتاد بیاد بالا شما رو روشن کنید. این چیه دارن میدن بالا؟ مرده نباشه. نمیدونم. نمیدونی ها؟ پس جنبه نمش بازی بود. اینا اینجوری رفت آمد میکنن. بله. بله ها، میدونم چه بلایی سرشون میاد. میدارم چی کارشون کنم. اینو بفرست برای من. چش. حالا برو تا به تو هم مشکوک نشدن. برو. به حجت نشون دادی؟ آره. چی گفت؟ میدارم چی کارتون کنم. تولد گرفتی؟ تولد تولد تولد
اینا همینا از پنجره دادن بیرون. اصلا من تولد گرفتن. اون فیلم رو تو گوشیت پاک کن. تولد 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 کیه؟ منم. منم؟ خب من کیه؟ چه میدونم؟ خودتو معرفی کن. کنور بیا تو. چی شده؟ برترک شدم. چی شده خب؟ فکر کنم یکی تو اتاق معلوم هست. در اتاق یواش بسته شد. بس صدای نفسی نفر اومد. شبیه نمیدونم چی بود، یا دوز یا جن. جن چیه؟ جن کجا بود این وقت شب؟ جن نیستش که. تنم خوش شده، یه لیوان آب بده بخورم. در باز گذاشته بودی؟ نه، در رو قفل کرده بودم. باز بود، باز بود، حتما دوز اومده. نه آقا، خودم قفل کرده بودم. نکنه این رو تو دیوار اومده. من میگم که دوز بوده، تونست در قفل رو باز کنه. نه بابا، چیز کن، بیا شما قضیه تخت بده، برو بالا بچه ها رو صدا کن، بگو بی سر صدا آروم بیان پایین، برو نه ترسی ها، باشه. نه ترس، اصلا نه ترس، برو. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا نترسیدا، گوش کنید قشنگ، ببین من یه بار آقا جونم یه دونه چوب برداشت شکون شکست، دوتا برداشت شکان شکست، ولی وقتی ده تا برداشت هر چی زور زد نتونست بشکونه. خب حالا ما از ده تا چوب بیشتریم دیگه. چماغ که داریم. آفرین. اصلا پس نترسید، تا وقتی که من هستم یه ذره هم نترسید. خب من میرم جلو، حملی که کرد میزنم تو سر و کلش. باشه، فقط چیزه یه موقع من جلو باشم شاید نتونم به موقع بزنمش. میگم دو نفر جلو برن، خب وقتی که اون حمله میکنه به اون دو نفر، من به موقع اون موقع میپرم میزنم به سرش. باشه، پشت من بیاد دو تا جلو. شاید بچه رفته تو تا خالی درس بخونه، بدون سر صدا بریم در بزنیم که ببینیم کسی نبینه. آقا چی میگی؟ همینی که میگم بگی. چشم، جت بیاد در بزن ببین کی تو اتاقه. خب اصلا کی میره تو این اتاق؟ چی هست که بخواد بدوزه؟ پس جنه. جنبه چیه؟ یا عمل فس. آیا امیدوار، خواهشن امشب و بیایید تو دفتر من بخوابید تا فردا اینجا رو براتون ردیفش کنیم. نه حجت جان، تو این اتاق حس بهتری دارم. یاد روز اولی میفتم که اومدم اینجا، یاد خاطره ای افتادم. آقا بگید ما هم بدونیم. چی رو بدونی؟
آی امیدوار نیومده ما رو خراب نکن. آخ آخ آخ. آقا مربوط به حجته؟ بله. آقا تو رو خدا تعریف کنید. خیلی ماجرا نداره. یه املت به من داد مسموم شدم. یه هفته مریض بودم. آقا نکنه سرماخوردگی توی راهتون رو می‌خواید بندازید گردن املت ما؟ بله. سرما خورده بودم. چی شد که برگشتین؟ نمیدونم والله. دلم براتون تنگ شده بود. میدونید بچه ها آدم هی بزرگ میشه. فکر میکنه بزرگ شده دیگه. بعد میفهمه که نه بزرگ نشده. فکر میکرده بزرگ شده. ما فکر میکنیم خیلی میفهمیم. ولی در واقع چیزی نمیدونیم. نه اینکه چیزی نفهمیم ما. وقتی که به فهم جدید میرسیم تازه میفهمیم که چیزی نمیدونستیم. آفرین آقا، منم دقیقا همینو میگم. اصلا منم همینطوریم. هر چی میگذره، هر چی بیشتر میفهمم، میفهمم که خیلی نادانم. راست میگه خوب، خنده داره؟ آقا خنده ما بابت فهمشه. واقعا تو میفهمی آقا معلم چی میگه؟ بله، درسته آقای امیدوار. میفهمم دیگه. بله، پدرم میگفت آدم ها سنگ نشانه هن. آدم ها نمیفهمن چطوری بزرگ شدن. تا وقتی بچه‌ن فکر میکنن عمر ته نداره. پدر مادرها جوان هستن و پرنشاط. وقتی که 15 سالت میشه میبینی موی آقات سفید شده و پدر بزرگت کمرش خم شده. وقتی 30 سالت شد میبینی آقات شبیه پدر بزرگت شده و پدر بزرگت افتاده گوشه خونه. تازه اگه تو این دنیا باشه. ولی وقتی 40-50 سالت میشه میبینی پدر بزرگت از این دنیا رفته، پدر بزرگ مادر بزرگت. اون وقته که پاد به قبرستان باز میشه. بعد یه مدت وقتی خودتو توی آینه میبینی شوکه میشی. میبینی شبیه آقات شدی. بعد یه مدت هم شبیه پدر بزرگت. بعدش دیگه باید بار سفر رو جمع کنی آماده باشی. بله آقا، راه همه ای با همینه. این روال زندگیه. مسیریه که همه ای ما خواهیم رفت. توی این مسیر چاه و چاله زیاده. چاه و چاله روحی رو میگم. اغلب ما خودمونو نمیبینیم. هر روز خودمونو میبینیم توی آینه ولی نمیبینیم. مثل این سیگارکشای حرفه‌ای که هر روز سیگار میکشن ولی متوجه نیستن، چون شده یه عادت. ما هم هر روز خودمونو توی آینه میبینیم ولی عکس خودمونو، نه اصل خودمونو. این حرفایی که میزنم حرف استاد فلسفه دانشگاهمونه. میگفت آدما وقتی واقعیت خودشونو نبینن توی هر گردابی ممکنه بیفتن. بزرگترین این گردابا گرداب نخوته. وقتی باد نخوت میپیشه توی سر آدم، آدمو به یک باره از زمین میکنه و میبره بالا و با سر میکوبه زمین. مثل باد بادکنک، وقتی که بادش میکنی سبک میشه و میره بالا. باد نخوت هم وقتی تو مغز آدم میپیچه آدمو به یک باره میبره بالا. آقا چجوری باید بفهمیم بالا سرمون آمده؟ استادمون میگفت وقتی که همه از تعریف و تمجید میکنن تو هر چیز، اون وقتی که آدم میفته تو این باد. خیلی سخت فرار از این فکر. وقتی که افتادی تو این باد، وقتی که مثل بادکنک رفتی اون بالا، بعد منتظر بشی ببینی بهت سوزنی میخوره یا نه. اگر خورد با سر میخوری زمین. اگر زنده موندی شاید بتونی گذشتتو جبران کنی، ولی سخته. آها، با این حساب خیلی سخته که آدم نمیدونه پاش رو زمینه یا هوا. بله، خیلی سخته. استادمون میگفت فقط با چراغ اندیشه میشه. میگفت با چشم سر که خودمونو ببینیم به درک و شعور میرسیم. اصلا فهم باعث روشنبینی و واقع‌بینی میشه. اون وقته که دیگه آدم پاش روی زمین میمونه. فرشته جان دخترم بیا تو. سلام دکتر. واقعا خودت هستی؟ فکر کنم باشم. اصلا فکر نمیکردم برگردی. واقعا برگشتی بمانی؟ واقعا فکر کردی بر نمیگردم؟ نه 100%. نبت گرم. خیلی مردی. ما سایه یه مردیم. تازه اگه باشیم.
شب خوبی با هم داشتیم. انشالله خواهیم داشت. یادیدی منم شعر گفتم. چرا که نه؟ خیلی از دکترها شاعر شدن. یا برعکس، شاعر بودن دکتر شدن. بله، مثل دکتر غلام حسین سعیدی، نویسنده و نمایش نامه نویس. ابو علی سینا هم شعر میگفت. خدا بیامرزه دکتر افشین یداللهی و ترانه سرا و شاعر. خداحافظ. چه خبر شده خانم عزیمی؟ مگه نشنیدین؟ چیو؟ بچه ها تازه داشتن تمرین تئاترشون رو شروع میکردن. پسرا از راه رسیدن خبر آوردن آقای امیدوار برگشته. الانم پیش دکتره. البته من اومدم جلوی بچه ها رو بگیرم. باید برشون گردونم مدرسه. خانم مدیر بفهم من توبیخ میکنه. این آقای معلم کیه که همه میخوام ببیننش؟ قصهش طولانیه. ولی از من بپرسی یکیه که ذاتی شبیه دکتر خودمونه. شاید یکم خواستار. پس حتما باید ببینیمش. اجازه بدید خانوما تک تک حرف بزنید. خانوم محترم تک تک حرف بزنید لطفا. ستا زهنا رو ببر بیرون تا سر ما رو نخوردن. آقا خانوما بفرمایید بیرون. دخترا لطفا مزاحم آقای دکتر نشین. من خودم از آقای امیدوار خواهش میکنم که تشریف بیارن آمفی‌تئاتر. همونجا با هم دیگه حرف میزنیم و یکم درد دل میکنیم. درست آقای ستار؟ بله. ما خیلی خوشحالیم که شما برگشتید. ممنونم. سلام آقای امیدوار. سلام. والله بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام خانم سیاسنگی، احوال شما؟ بچه‌ها خوبه؟ رضا جان خوبه؟ سلام خانم. ایشون خانم دکتر فرشته پاکویی هستن. سلام خانم دکتر، آشنایی با شما باعث افتخار ماست. فرشته خانم افتخار ماست. سلام آقا، خوش به حالتون آقا خواهان داریم. همه محبت دارن. خب آقای دکتر، این دفعه جدی جدی رفتنیه. یادت نره دیگه، منتظرتیم. بالاخره زندگیه دیگه، ممکنه پیش بیاد. گریه زلفی، برق نگاهی. نه آقا، فعلا خیلی زوده، کلی کار داریم. باش. سلام آقا جانم، در خدمتم. سلام. شنیدم توی انبار فرش دارین، یکیشو بیار. بله آقا، خیلی چیزا تو انبار داریم. فقط این که ببخشید شما باید نامه نگاری کنید، یعنی یه درخواست بنویسید برای من. البته من کوچیک شما، من امضا میکنم. بعد باید بدم آقای پیلهور، ایشون هم یه امضا کنه که دیگه دستتون رو بگیره ایشون. نامه‌شو بعدا می‌نویسم. بچه‌ها برید فرشو با اجازه حجت بیارید. چشم بچه‌ها. ببخشید فقط کی به شما گفت ما تو انباری فرش داریم؟ به اونش کار نداشتم. چشم. باید. آقا تختتون خیلی عالیه، لاکچریه. به این میگن لاکچری؟ آقا میز زیر پنجره بذاریم؟ نه، وسایل یه گوشه جمع کنیم، فرشو بیاریم پهن کنیم بعد میچینیم. آقا میخواییم پرده رو بشوریم؟ نه بابا تمیزه، فقط شیشه ها رو تمیز کنیم. چشم. ببخشید آقا مهمانیتون رو به هم دادن، ولی این آقا اومده برای همیشه اینجا بمانه. نباید میذاشتی بره تو اتاق تا من بیام. آقا میگه اتاق معلماست. خب اتاق همه معلماست، فقط مال اونه. بله منم همینو گفتم دیگه. میگه فعلا که معلم دیگه ای نیست، معلم سیارم ندارید، من میمونم اینجا دیگه، اتاق مال من. نه آقا این چه حرفیه. سلام آقای امیدوار. آقا این چه کاریه برادر من، عزیز من؟ مگه ما مردیم که تو اینجوری اینجا زندگی بکنی، اونم تو خوابگاه؟ آقا برادر من اینجا یه ویلای کوچیکی داره، معمولا تابستون تعطیلات میاد، اون زمانم که تو نیستی، تو بیا اونجا ببین، کرایه‌ام نمیگیری. شما لطف دارین آقای پیلهور، ولی من دوست دارم کنار بچه ها باشم تا بیشتر به درس و مشقاشون برسم. آقا ببخشیدا، شما ماشاءالله دبیر این مملکت، آدم با شخصیت، یعنی ما لیاقت نداریم از شما پذیرایی بکنیم؟
اگه آقای کاکرودی بفهمه همه ما رو توبیخ میکنه. جدی میگم. آقای پیلوه، من قول میدم این آدم معمولی، دقیقاً عین این بچه‌ها اینجا زندگی کنم و هیچ کاری توی کار مدیریت شما نداشته باشم. قول میدم کاری کنم که هیچ کدوم از اینا روشون تو روی شما باز نشه. خیالتون راحت باشه. اصلا منظورم این حرف‌ها نیست، آقای امیدوار. خیلی خوب بچه‌ها، فرشو پهن کنین. آقای امیدوار، کارت تموم شد. بیا دفتر با هم یه چای بخوریم. چشم بدت نیست. حجت سری بیا بیرون. بچه فرشو پهن کنین. فرزاد، میز و صندلی رو بیا. چشم بابا. بایس. آقای کاکرودی، اگه ایشون بیان تو خوابگاه بمانن تمام نظم نظام ما را به هم میدن. کی اومده؟ چرا به من نگفتی؟ آقا دیشب اومده، هنوز نیامده، همه چیز به هم ریخته. اجازه بده. سلام بچه، حال شما چطور؟ بی خودی نگرانی. حالا برو ببین. سلام آقای امیدوار. سلام. احوال شما چطوری صدر جان؟ خوش اومدید. 100% میشه که اینجا سنش داره. بارکل بچه ها، من یه خواهش ازتون دارم، تشریف برید بیرون، یه سخن خصوصی با ایشون دارم. بفرمایید. بریم بیرون بچه. در رو هم ببندید. دست شما درد. بایز شما. خب یک بار دیگه بهت میگم ستار جان، واقعا از صمیم قلب خوشحالم که برگشتی. بارها به خودت گفتم تو رو مثل پسر خودم دوستت دارم. جوون دانا با دانش با اخلاقی هستی که دوستت دارم. خدا رو شکر که خیلی سریع به مقام دبیری رسیدی. ممنون از لطف و محبت شما. مسیری که ما 30 سال رفتیم، باور کن شما 5 سال خواهی رفت. چرا؟ برای اینکه ما تو برف و بوران این همه راه رو می اومده و می رفتیم و جان کندیم تا به این مقام رسیدیم. شما که پدرتون دبیره، خب خیلی سریعتر از بنده که پدرم کشاورز بی سواد بود باید به این مرحله برسیم. پدرم کشاورز بی سواد بود ولی خیلی فهمیده بود. میفهمید که بیسوادی بده، برای همین دائم زیر گوش من میخوند که پسر برو دنبال درس و تحصیل، نگو راه دوره، جاده برف، رفت آمد مشکله، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. احسنت. غرضی از این مقدمه و پند پدرانه دارم که اگر قول میدی ناراحت نشی، نگی به تو چرا در زندگی خصوصیم دخالت میکنی، بگم خدمتون. شما استاد منی، قول میدم. بفرمایی. زنده باشی، داری شکست نفسی میکنی، پس اجازه بده قبلش یه خاطری برات تعریف کنم. خواهش میکنم. بفرمایی. بله، دیپلم که گرفتم وقتی قبول شدم تا خود خونه و ده دویدم، تو رو هم گریه میکردم. اون موقع ده ما آدم دیپلومه به خودش نهیده بود. دیپلوم اون موقع از 100 تا دکترای الان با ارزش در بود. بله، وقتی رسیدم خونه پدرم تا فهمید که من دیپلوم گرفتم زد زیر گریه پیرمرد. بعدش هم کل خانواده گریه کردن. بعد از گریه نوبت خنده و شادی شد. پدرم اون شب همه مردم ده رو شام دعوت کرد خونه ما. باور میکنی مراسم شام دیپلم من از مراسم عروسی من مفصلتر و شلوغتر بود؟ گفتم عروسی؟ اینو میخوام بگم. بعد دیپلم فوراً به استخدام آموزش پرورش شدم و فردای استخدام پدرم منو تو اتاق خواست. روبروم نشست، گفت که آقای کاکرودی، من تعجب کردم، اولین بار بود که اسم کوچیکم رو صدا نمی کرد. از اون روز به بعد به من می گفت آقای کاکرودی. گفتم بله. گفت پسرم شما کارمند شدی، وقتشه که زن بگیری. گفت زن آدم رو صاحب زندگی می کنه.
خدا رحمت کنه مادرم، میگفت آدم اگر تاج به سر میکنه زن میکنه، اگر خاک به سر میکنه زن میکنه. پدرم میگفت فرمایش پیغمبر اکرمه که پدر و مادر باید به فکر بچه‌هاشون باشن و براشون زن بگیرن. میدونی من چی گفتم بهش؟ چی گفتین؟ آه، دست پدرم رو ماچ کردم. گفتم تو با این دستای پینه بستت خیر و صلاح منو خواستی که فرستادی درس بخونم و باسواد بشم و دیپلم بگیرم. الانم امر شماست. نگو یه دختر رو نشون کرده بودن، به جان ستار یک ماه نکشید که ازدواج کرد. به مبارکی. بله، حالا من جای پدر شما. ستار جان من 20 سالم بود که زن گرفتم، از نظر من شما الان پیر پسری. بالاخره من اهل درکم، حواسم به اطرافم هست، میدیدم و میشنیدم این قصه عشق و عاشقی تو. حالا هر کی هست عقدش کن و عقدر بیار اینجا. هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم. کدوم نتیجه؟ مگه امتحان فلسفه استش پسر من؟ دست دختر رو بگی ببر یه دفترخونه عقدش کن، بعدش هم یه مراسم ساده. اگه خودت هم رود نمیشه به من وکالت بده، میرم با پدرت، با پدر دختر صحبت میکنم، قال قضیه رو میکنم، تموم میشه. چشم، وقتش که شد به شما اطلاع میدم. آفرین، قربون آدم چیسفم. نهارم امروز خونه ما مهمون منی، منتظرتم. بفرمایین. بارکلا عزیزم. بارکلا، بفرمایین. خوش آمدید. بارکلا. اینجا خوابگاه یا پادگان بندبازی؟ اون اگه بیفته چی میشه؟ چی بود قبلش کشیدم بالا؟ آهو آقا. آهو؟ مجسمه گچی آهو. خب چرا در نوردنش؟ میخواستن حجت نبینه، آخه میخواستن غافلگیرش کنن. چرا؟ دیشب تولد حجت بود، همه تو سالن جمع شده بودن. واقعا؟ تولد گرفتن؟ بله آقا، آقای پیلور حد زده بود بچه ها میخوان از پنجره بیان بالا، گفت ما موچشونو بگیریم، منم فیلم گرفتم ازشون آقا. به حجت نشون دادم، اول قرار بود که صبح به پیلور نشان بدیم. آقای پیلور؟ بله آقا. خب؟ ولی وقتی کیک تولد و کادوی آهو رو دید گفت که حذفش کن، حق نداری به پیلور نشان بدی. ما اومدیم به شما نشان دادیم، ولی شما نگید کار ما آقا. عجب. سلام آقای پیلور، سریعا تشریف برید اینجا. بله تشریف برید. آها ما بریم. اینو برای من تلگرام کن، مرخصی. چشم آقا. همین الان. بسیار خوب، حالا بیرون. بفرمایید. درم ببند. خبرایی ها. سلام آقا، چای میل دارید براتون بیارم؟ نه آقا نمیخواد، بیا اینجا بشین کارت دارم. چشم آقا. دیشب بچه ها خلافکاری نکردن که؟ نه آقا، فقط خیلی شرمنده مون کرد. یه چیزی شده حجت، آقای کاکرودی ناراحت بودن، گفتن خوابگاه چه خبره، پاشو سری بیا. بزنو بکوب کردین ها؟ نه آقا، فقط آهنگ خوندن تولد تولد تولدت مبارک، بیا شمع رو فوت کن تا صد سال زنده باشی. خیلی خوب، این آهو رو بردار ببر از اینجا. آقا الان که ببرم بذارم تو انبار خدای نکرده میشکنه،
اجازه بده عید میرم ولایت ما میبرم. یعنی چند ماه میخوای اینجا نگرش داری؟ بابا آهوی گچیه دیگه، این که علف و آب و اینا نمیخوره، احتیاج به طویله هم نداره. خیلی خوب، فلان چیزی سرش بنداز، خوشم نمیاد اونجا زل زده به ما نگاه میکنه. چشم آقا. ببخشیده گیر میده. آقای پیلور، در حوزه مدیریت ما باید این اتفاق بیفته؟ عزیز من، یک کدوم از این بچه ها اگر بیفتن، خدای نکرده قطع نخا بشن، کی باید جواب پدر مادرشونو بده؟ بفرمایید. آقای کاکرودی، باور بفرمایید، خودم شست چشمی دارم، همه جارم میپام. یه سری آدم گذاشتم که از اینا فیلم برداری بکنن. راستی این فیلم کی گرفته؟ چرا به شما دادن؟ آقای پیلور، من حرفم یه چیز دیگه استش. آقای محترم، من صد بار از شما خواهش کردم اگه یه دانش آموزی میخواد یکی دو شب بمونه اونجا، بذار بمونه. راه دوره، هوا بارانی، این همه راه رو چجوری باید بره بیاد؟ بابا من یاد بچگی‌های خودم میفتم، والله گناه دارن. هی حرف میزنیم شما میگید نظم. آخه نظم درست، یه دانش آموز، دو دانش آموز اون کف اون اتاق یه شب بخوان بخوابن، نظم به هم میخوره؟ آقا پر میشه. چی پر میشه؟ تعداد اینا از تعداد انگشتای دست شما کمتره، همشون هم که نمیخوان هر شب بیان اونجا. آقای کاکرودی، اونایی که اتاق گرفتن اگه بفهمن تمام اتاقاشون رو پس میدن، اون وقت میان تو خوابگاه. نمیذاریم کار به اونجا بکشه. مثلا شما نمیدونی، به حجت بگو ندید بگیره زیر سبیلی رد کنه برن بخوابن. آی کاکرودی، این فیلم ها رو کی گرفته؟ قول میدی بهش نگی؟ قول. فرزاد فردی گرفته این فیلم رو، برای شما گرفته، ولی حجت بهش گفت که شما نبینید بهتره، برای من آورد، من دیدم. قول میدم خوابگاه به نظم برسه. خوبه، ولی به فکر بچه هم باش. چشم، شبی یک نفر اضافه بر سازمان جا میدم. دو نفر هم شد اشکال نداره. انشالله به اون دو نفر نمیرسه. زمستان نزدیک. چشم. سه نفر هم شد. ای بابا، چشم. اول از همه باید یکی دو جلسه درسای گذشته رو مرور کنیم تا به درس جدید برسیم. حتماً هم باید تو کارمون کمی سرعت بدیم تا عقب ماندگیمون جبران شه. سلام آقا، ببخشید بیگردم. چه خوب شد برگشتین، دلمون واسه تو تنگ شده بود. خوبی میسم؟ آقا دیگه نمیه کنیم ما؟ نه دیگه، اومدن خوابگاه. بشین انشالله بعدم با هم حرف میزنیم. خیلی خوب. اینم یاد داشت کنید. بفرما. سلام یونس، دلم برای تنگ شده بود. بازم نذاشتی بشورنت؟ بله آقا، سه هفته سمام نرفته. یونس قول بده بری حمام. باشه، قول میدم. ای بابا قرار نکن یونس. میرم حمام. آفرین رفیق خوب من. بفرما. سلام. بفرمایید، کاری دارید؟ آقای کاکرودی خواستم که سامان یوسف نشاط بیاد دفتر. الان که وسط درسیم. با آقای کاکرودی بگین زنگ تفریح با خودم میاد دفتر. آخه باباشو مدون دنبالش.
چشم، زنگ تفریح. مایجاز کجا میخوایی بری سامان؟ عروسی داری؟ نه آقا، فکر کنم اومده منو ببره. خب کجا؟ خونه، فصل پرتقال چینیه. اینجا که پرتقال نیست. سمت شهسوار و مازندران آقا. بابام با دو سه نفر دیگه از اهالی محلی موقع سال میرن پرتقال چینی. خب پرتقال چینی به تو چه؟ وقتی آقامون بره پرتقال چینی من باید گوسفندا رو ببرم بالای کو نگه دارم تا آقامون برگرده. چقدر طول میکشه؟ یک ماه، گاهی اوقات هم 45 روز. داری شوخی میکنی یا جدی میگی؟ جدی آقا. امسال هم باید بریم. اسفند به بعد نوبت ما میشه. از اول بهار تا دم امتحانات. برپا. بشه. آقای امیدوار، تو رو خدا این یونوس رو سر کلاس نیاری. برای مدرسه ما خوب نیست. من چجوری به مردم بگم که آقای امیدوار آدم دلرحمیه؟ آخه این بچه بیازاره. تو محیط اجتماعی باشه براش بهتره. خب ببرید به خودتون شهر، ببرید رش، سینما، موزه رو ببینه، تئاتر رو ببینه، لذت بیشتری هم میبره، نه اینکه کلاس درس. من خواهش من تشویق دفتر شما بفرمایید. آقای یوسف نجات شما هم تشریف بیارید بفرمایید. آقای سیگارودی تشریف بیارید کلاس آقای امیدوار. ریاضی درس بدید. تاریخ درس بدید. آقای سیگارودی عرض کردم کلاس آقای امیدوار. کیف و کتم رو بردارم کش. بفرمایید. نوزده سال خدمت دارم بابنش پرش. چی کار کنیم؟ هر جایی کار باشه باید دنبال کار باشم. ملک و زمین و درخت گردو هم که ندارم. خوش نشینم و ده پونزه تا گوسفند. باشه، ولی با این حال نباید اجازه بدی بچه در درس و مشق بیفته. شما تشریف ببرین روستا، من سامانو با خودم میارم. خیالتون راحت باشه. نذار خیلی طول بکشه. دست خودمان که نیست، تا کار باشه باید بمونی. چرا منو خواسته؟ نمیدونم. حتما یه چیزایی فهمیده. حالا مشخص میشه. آی پیمان محمدی، زمستان داره از راه میرسه. ممکنه برف بارون بشه. اگه خدایی نکرده مریض بشی یا مشکلی برات پیش بیاد که نتونی بری خانه، میتونی بیای تو خوابگاه بمونی پسر. منتها اجازه‌شو باید از خود من بگیری. چشم آقا، خیلی ممنون. به دوستانت هم بگو میتونن هفته یک شب بیان خوابگاه بمونن. فهمیدی؟ هر کدومشون یک شب؟ نه پسر، هفته یک شب، اونم به نوبت. بله آقا، بازم خوبه. خیلی خوب، بفرمایید. با اجازه. سلام آقا حجت. تو اینجا چی کار میکنی؟ بیا ببینم. توی پس میخوای فکر کنی من جنیم و توی داری اذیت میکنی؟ آره حجت، من از آقای پیلور اجازه گرفتم. از آقای پیلور اجازه گرفتی؟ دروغم میگی؟ آفرین، برو تو تا خورو. سلام سودابه خانم. سلام داداش. چه عجب یادی از ما کردی. تو هم مثل رفیقت کم لطف شدی. مگه از فریبا هم خبر نداری؟ چه خبری؟ زنگ نزده به من. تو هم زنگ نزدی؟ نه دیگه، بهتره راحت باشه. هر وقت خواست زنگ بزنه جوابشو میدم. تو چی ازش خبری نداری؟ امان از این دل عاشق داداش ما. یه میسکال بهش بنداز، حتما با تماس میگیره. حالا بعد راجبش فکر کنم. فعلا که کار دارم. این ساعت دیگه همه رستوران وقت شامه. آب گوشته. مگه رفتی پادگان داداش؟ نه، اومدم خوابگاه. پیش بچه ها؟ بله. باشه داداش، کاری نداری؟ به همه سلام برسون. خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
برلو